کسایی که ضعیفی چشم دارن زیادی شد کسایی که ضعیفی چشم دارن خیلی راحت تو خونه میتونن مشکلشون رو برطرف بکنن. شنیدید دیگه حتما چشمتو با رازیانه بشور، ولی اینی که دارم بهت میگم خیلی بیشتر اثر میکنه. گل گندم میری از عطاری میخری، میجوشونی صاف میکنی، یه ذره عسل بهش اضافه میکنی، شبی 4-5 قطره توی چشمت میچکونی. وقتی که این کار انجام دادی چشمتون رو فشار ندید که بریزه بیرون، یه مقدار آروم ببندید، یه با یه دستمال این گوشه چشمتون رو پاک بکنید. این کمک میکنه که چون امکان داره خودو بسوزونه، کمک میکنه که ضعیفی چشمتون برطرف بشه. ولی تنها با شستشو مشکلتون برطرف نمیشه. باید بابونه، گل ختمی، برگ کنجه، تخم مرد و حنا، اینا رو به اندازه مساوی با هم مخلوط می‌کنی. مثلا برای هر نوبتی که می‌خوای درست بکنی یه قاشق مربخوری بسته با هم مخلوط می‌کنی، یه ذره تخم مرغ بهش اضافه می‌کنی، خمیر که شد می‌بندی روی ملاجت، هفته یه بار یا دو بار کفایت می‌کنه. فقط یه نکته خیلی مهمی داره، اونم اینه که آدمایی که فشار خون دارن، دیابت دارن، چربی دارن و کبد چرب دارن، این دستور به دردشون نمی‌خوره. اینم بعداً براتون میگم داستانش چیه. حالا اونایی که گفتم دیابت دارید، قند دارید، چربی دارید، فشار خون دارید، تاری دیدتون با این دستور رفع نمیشه، چی کار باید بکنن و اصلا چرا اونا تاری دید میگیرن؟ برای اینکه مغز ضعیف میشه بر اثر چربی خون و فشار خون و دیابت، و اول باید این مشکل رو برطرف بکنی که ضعیفی مغز رو بتونی جبران بکنی، بعد از دارو استفاده بکنی. کاری که باید بکنی اینه که اگر دیابت و قند و چربی اینا داری، روزی 4-5 لیوان مخلوط عرق بید و کاسنی و شاهتره و شنبلیله و ختمی، اینا رو با هم مخلوط میکنی، روزی 4-5 لیوان میخوری. دوم، میتونی از نوشیدنی تقویت کبد شماره 1مون استفاده کنی که تو استوری برات نوشتم ترکیباتش چیه، و میتونی از پودر پاکسازی کبدمون استفاده بکنی، مشخصاتشو و قیمتشو تو کپشن برات میذاریم. و بعد اون دستوری که توی این پست تاری دید گفتم که شاهی و برگ کنجد و اینا رو با هم قاطی میکنی، تخم شاهی داشت، اون رو میتونی استفاده بکنی، روی ملاجت ببندی، هفته یه بار کفایت میکنه. جمع اینا کمک میکنه که تو هم ضعیفی مغزت خوب بشه. البته خیلی دستورات حرفه‌ای بهتری هم میتونه باشه، ولی یه چیز خونگی که بتونه کارتو راه بندازه و اثرگذار هم باشه. اونایی که میبینید توی استوری من اعلام نتیجه‌هاشون میذارن که نمره چشمشون اومده پایین، در کنار این دستورات از این سرمه هم استفاده میکنن. این سرمه تو استوری گفته بودم، بعد چون خیلی پرسیدید اینجا هم باید بهتون بگم که دیگه اینجا بمونه و ببینیدش. ما یه چیزی داریم به نام سرمه اسمت. اونایی که میزنن از بیرون میخرن میزنن و جواب نمیگیرن بدونن که یه سنگی داریم به نام سنگ آنتیموان، این شکلیه. خب تو اینترنت هم میتونید برید ببینید. این ماده شیمیایی خیلی 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 شبیه سنگ سرمه اسمت هست و این باعث تاری چشم میشه و باعث نابینایی میشه، خدا نکرده. من نمیگم فقط من دارم، ولی من این سنگ سرمه اسمتی کردم، چون ببینید ما ارتباطمون با عربستان سالهاست خوب نیست، و عربستان هم سنگ اسمت نمیده به ایران و سالهاست که این قضیه وجود داره. اینم ما یه مقداری حالا در یه حدی مثلا از قدیم داشتیم که از قبل از انقلاب جمهوری اسلامی یه نفر از دوستای ما آورده بود داشتیم که من گرفتم ازش، چون اون براش کاربردی نداشتیم. خیلی خوب جواب میده. من خودم واقعا کسایی که با گوشی کار میکنن، با لپتاپ، تبلت، کامپیوتر اینا کار میکنن و یه تاری چشمی میگیرن، اون این دستوراتی که گفتم انجام بدن، اینم بزنن، بی‌نظیر جواب میگیرن. حالا اینی که اصلا بعضی از سرمه اسمت یا اسمت، حالا ملا لغتی نشیم، اینش خیلی مهم نیست، نتیجه نمیگیرن رو توی پست دیگه براتون به زودی میذارم، حتما نگاه بکنید که علتاشو براتون توضیح بدم که اصلا آنتیموان چیه، سنگ سرمه اسمت چیه و چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن.